سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. قبل از اینکه بریم پرونده امروز رو با هم مرور کنیم، میخوام بهتون یه توضیح کوچولو در مورد پرونده های حل شده بدم. معمولا در پرونده های حل شده که خب به دادگاه میرن و دادگاه میخواد در مورد اونا حکم بده، ما دو نوع پرونده داریم. پرونده هایی که شواهد عینی وجود داره و پرونده هایی که شواهد عینی وجود نداره. شما فکر کنید به عنوان مثال، مثل پرونده هفته پیش که ملانی مک‌گوایر بود، یه قتلی انجام داد، حالا یا خودش یا کسی رو اجیر کرد یا حالا هر چیزی، همه شواهد به ما میگفت که ملانی قاتله. در این حال ما هیچ مدرکی نداشتیم، مثلا اینکه دی ان ای داشته باشیم، یا اینکه مثلا مستقیم از همون داره همین قتل داره انجام میده، یا مثلا چیزی فیلم گرفته باشه. هیچی نداریم، نه اثر انگشت، نه دی ان ای، نه شاهد، هیچی وجود نداره. ولی در این حال شواهد میگه که ملانی قاتله. یه سری پرونده های دیگه هست که شواهد عینی وجود داره، یعنی دی ان ای وجود داره، اثر انگشت وجود داره. ولی شما فکر کنید که ما یه سری قاتلا داشته باشیم مثل ملانی که میان یه قتلایی رو انجام میدن، در این حال هیچ مدرکی به جا نمیذارن و خب ما چون مدرک نداریم اونا رو آزاد کنیم. خب اون وقت میشه دوباره کارشون رو تکرار میکنن. ممکنه یکی با آی کیو خیلی بالا باشه، مثلا یه قتلی انجام بده و دنیا اصلا به هم میریزه. به همین دلیل توی این پرونده ها مثل پرونده امروز ما شواهد عینی نداریم و شواهد غیر عینی داریم. مثلا من توی یکی دو هفته گذشته که داشتم این پرونده رو میخوندم، اول پرونده میگفتم خب اسکات قاتله، وسطای پرونده داشتم گفتم برام اسکات قاتل نیست، دارن اشتباه میکنن، الکی انداختنش زندان. به آخر پرونده که رسیدم گفتم اسکات قاتله. چرا؟ چون شواهد غیر عینی میاد و ما اینها رو میبینیم و میگیم که بر اساس اونها استدلال میکنیم که فلانی قاتل هست یا نیست. این توضیحات رو داشته باشیم، بریم پرونده امروز رو با هم شروع کنیم. اسکات در سال 1972 به دنیا اومد، از مادرش که بوتیک داشت و پدرش که در صنعت حمل و نقل کار میکرد و بعد به تجارت بسته‌بندی رو آورد. مادر اسکات گذشته خوبی نداشته، قبلش 2-3 بچه دیگه داشته از مردهای مختلف و همه اینها رو به دنیا می آورده و بعد میذاشته برای فرزند خوندگی و آدم درست حسابی نبوده. پدرش آدم نرمالی بوده، آدم خوبی بوده و اسکات هم دانش آموز بدی نبوده، درسش رو میخونده و از همون سنین نوجوانی توی زمین گلف بازی میکرده، یه مدت اونجا کار میکرده، بعد بازی میکرده توی دبیرستان. خیلی خیلی بازی خوبی داشته، به قدری که بهش بورسیه گلف میدن و میره آریزونا که درس بخونه. در اونجا به خاطر اینکه زیاد مشروب میخورده، زیاد دختربازی میکرده و کلن از ماجرا پرت بوده، بیرونش میکنن. یه رگ از مادرش داشته. بهش میگن که آقا شما بورسیت به هم خورده و باید بری. اسکات از اونجا در میاد، میره دانشگاه پلیکی تکنیک توی کالیفرنیا و در اونجا در رشته کشاورزی شروع میکنه به تحصیل. از آریزونا که میاد بیرون، میره کالیفرنیا، از این رو به اون رو میشه، یعنی میشه دانش آمو، دانشجوی نمونه، حسابی درس میخونده و انقدر بهتون بگم که دیگه حتی هزینه های دانشگاهش از پدر مادرش نمیگرفته. میخواسته جبران کنه. از پدر مادرش نمیگرفته و میرفته چند جا کار میکرده و توی این دوره زندگی نرمالی داشته. و اما شخصیت دوم ما لیسی در سال 1974 به دنیا اومده، زمانی که خیلی بچه بوده پدر و مادرش از هم جدا شدن و بعد از اون مادرش ازدواج میکنه و لیسی همراه با مادر و پدر خوندش زندگی میکنه. روابط خوبی داشتن، یعنی زندگی جنجالی نداشتن که بگیم مشکل دار بودن چون پدر خونده داشته، نه، از لحاظ مالی هم نرمال بودن. و در سال 1994 لیسی هم میره به دانشگاه پلی‌تکنیک. لیسی و اسکات در سال 1994 با هم آشنا شدن.
همون زمان اسکات توی یه کافه کار میکرد و از قضا که لیسی همراه با دوستاش رفت به اون کافه و در اونجا اسکات رو دید. خیلی از اسکات خوشش اومده بود و خودش شماره تلفنش رو داد به اسکات. همین که از کافه اومد بیرون زنگ زد به مادرش و گفت که مامان، من مرد زندگیمو پیدا کردم، من کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم رو پیدا کردم. و خیلی هیجان زده بود از اینکه اسکات رو دیده، یعنی به قول معروف قلب و دارش میرفت برای اسکات. اتفاقا اسکات که هم بهش زنگ زد و به عنوان قرار اول به جایی که با هم برن رستوران، برن سینما، برن پیاده روی یا هر چیز دیگه ای، رفتن با هم ماهیگیری کردن. قرار رومانتیک هم بوده. حالا معلوم نیست که حالا لیسی چقدر خوشحال بوده، ولی ظاهرا این پیشنهاد از طرف اسکات اومده و لیسی هم قبول کرده. در همین قرار اول دوم بود که لیسی در آخر هفته از مادرش خواست که بیاد که اسکات رو ببینه. اسکات هم توی همون کافه بهترین میز اون کافه رو انتخاب کرد، 12 گل سرخ برای لیسی گذاشت و 12 گل سفید برای مادر لیسی. چقدر خود عزیز بوده، خودش عزیز کرده بوده. اصلا یعنی مادر لیسی میگه با این کارش قلب و روح منو برد و من گفتم که این پسر چقدر جنتلمنه که هم به فکر دخترم بوده و هم به فکر من. و خب خانواده ها هم از رابطه اینها خوشحال بودن و خیلی هم صمیمی شده بودن و احساس میکردن که در تخته برای هم جور شده. پس از 2 دوستی اسکات 25 ساله به لیسی 23 ساله پیشنهاد ازدواج میده و خب لیسی هم با کمال میل قبول میکنه و در سال 1997 با هم دیگه ازدواج میکنن و زندگی مشترکشون رو شروع میکنن. تابستون همون سال لیسی درسش تموم میشه و تابستون سال بعد اسکات. الان هر دوتاشون فارغ التحصیل شدن. والدین اسکات میان بخشی از بیزنسشون که بیزنس بسته‌بندی بوده رو میدن به اسکات و اسکات اون رو میفروشه و با پولش یه رستوران باز میکنه، جایی که همبرگر میفروخته با آبجو. و گفته شده این دوتا به قدری مکمل هم بودن، به قدری با هم همسو بودن که تونستن از این رستوران یه بیزینس خیلی بزرگ درست کنن، جایی که شده بود پاتوق خیلی ها. و در سال 2000 هم این بیزینس رو با قیمت خیلی بالایی میفروشن، چرا که یه مدتی بوده که لیسی اصرار میکرده که برم توی مودستو زندگی کنن، جایی که لیسی به دنیا اومده بوده به خاطر اینکه دوستای دوران دبیرستانش، خانوادهش اونجا بودن و اونجا جایی بود که میخواست بچه دار بشه، بچهش رو به دنیا بیاره. فکر میکرد که اونجا اگر در جمع دوستاش و خانواده‌اش باشه خیلی بهتره براشون. آره میگفت که خیلی راحت تر بوده. میگن اسکات زیاد موافق نبوده، همش هی از زیرش در میرفته، هی میرفته، هی نمیومده، ولی به هر حال به خاطر لیسی قبول میکنه. بیزینس رو میفروشن و در سال 2000 میرن که برن توی مودستو زندگیشون رو شروع کنن و پدر اسکات هم یه $30,000 بهشون میده که بتونن یه خونه خوب اونجا بخرن و یه خونه به قیمت $177,000 میخرن. به محض رسیدن به مودستو لیسی به عنوان یک معلم شروع به کار کرد و اسکات هم به عنوان نماینده فروش کودهای کشاورزی مشغول به کار شد. به واسطه شغلش مجبور بود به شهرهای مختلف، به ایالتهای مختلف سفر کنه و بیشتر اوقات هم خونه نبود، ولی خب ناراحت نبود دیگه، لیسی کنار خانواده‌اش بود و احساس تنهایی نمی‌کرد و جای نگرانی هم نبود. به واسطه شغلی که هر دوشون داشتن زندگیشون رو به رشد بود، حتی تونستن خونهشون رو بفروشن، یه خونه بهتر بخرن، حقوقای بالا، ماشین بهتر برای هر دوتاشون داشتن و مدت‌ها بود که در فکر بچه دار شدن بودن. یعنی از همون سال 2002 که به مودستو رفته بودن دنبال این بودن که بچه دار بشن، ولی هر چقدر که دوا دکتر میکردن، هر چقدر که تلاش میکردن نمیشد، به معنای واقعی نمیشد. انقدر دیگه ناامید شده بودن که دیگه
به فکر این بودن که فرزند خونده بردارن، چند جا رفته بودن، دیده بودن، صحبت کرده بودن، ولی به طور اتفاقی لیسی باردار شد و این تمام شادی رو برای لیسی و خانوادش و اسکات به ارمغان آورد، به حدی که براش اتاق چیدن، فیلم گرفتن و اسمش رو کارنر گذاشتن و منتظر اومدنش بودن. لیسی تمام تلاشش رو میکرد که بارداریش رو کنترل کنه و اسکات هم به روش خودش این بارداری رو کنترل میکرد. همونطوری که بهتون گفتم اسکات به واسطه شغلش مجبور بود که بره شهرهای مختلف و توی هتل بمونه شبا که برمیگرده، و خب بعد از اینم که از سر کار برمیگشت میرفت توی بار و هتل میشست و خوش میگذروند. و خب شاید لیسی خبر نداشت که شوهرش داره چه کار میکنه. توی نوامبر 2002 توی بار هتل نشسته بود اسکات، یه خانمی هم کنارش نشسته بود. برای اینکه حرف شروع کنه میزنه رو شونه خانمه، میگه پوزیشن مورد علاقت توی رابطه جنسی چیه؟ به نظرم جمله خوبی برای شروع مکالمه. و همینقدر عجیب یه مکالمه رو شروع میکنه و خانمه بهش میگه که ببین گاف چرون، من توی رابطم ولی این شماره دوستم امبرفری، میتونی بهش زنگ بزنی و باهاش دوست بشی. اسکات هم کمکاری نمی کنه، شماره رو میگیره، بلافاصله تماس صوتی برای امبر میذاره و میگه که دوستت این شماره رو به من داده، گفته که خوبه که ما با هم آشنا بشیم، و امبرم از خدا خواسته قبول میکنه. امبر 27 سالشه، اسکات الان 30 سالشه. امبر یه بچه 2 ساله داره، یه سینگل مامه، قبلا با یه مرد متأهل داره در رابطه بوده، اون رابطه رو قطع میکنه و با پدر بچهش آشنا میشه. وقتی هم که میفهمه امبر حامل است اون مردم میذاره و میره، و امبر هم مجبور بوده بچه 2 سالش رو تنها بزرگ کنه. اواخر نوامبر 2002 اسکات و امبر با هم قرار ملاقات گذاشتن که قرار بود همدیگر رو ببینن. اسکات یه هتل هم رزرو کرد. حالا چرا توی شهر خودش هتل رزرو کرده من نمیدونم، شاید آخرش فهمیدیم. یه هتل هم رزرو کرد، رفت دنبال امبر، قرار بود برن رستوران ژاپنی و با هم غذا بخورن. توی راه به امبر گفت که امبر من تازه از سر کار برگشتم، این لباس ها از صبح تنمه، خستم، کاش میتونستم برم یه دوش بگیرم، لباس هامو عوض کنم، بعد بهتر میتونستیم شام بخوریم و با هم صحبت کنیم. من میخوام برم هتل، تو با هم میای؟ من توی اتاق هتلش هم یه دونه کفتر داشت سیگار میکشیده. و امبرم قبول میکنه، میگه که بریم هتل. میرن، از قضایی که اسکات شامپاین سرد و توت فرنگی هم توی اتاقش داشته، حالا به جای اون کفتره، علاوه کفتر. و خب اسکات میره دوششون میگیره و حالا اگر کاری هم میکنن دیگه خودشون میدونن. و بعد از این که لباسش رو عوض میکنه و شامپاینشون رو میخورن، برای شام میان بیرون شامشون رو میخورن توی رستوران ژاپنی. و همون شب امبر با اسکات برمیگردن به هتل. یعنی حالا توی آمریکا، توی اروپا که رابطه جنسی خارج از ازدواج حالا دارن مردم با هم دیگه، ولی دیگه توی قرار اول، توی دیت اول هیچ وقت همچین کاری نمیکنن. به هر جهت این که حالا اون زمان لیسی کجا بوده و چی کار میکرده ما نمیدونیم، ولی احتمالا با بارداریش درگیر بوده، خونه مادرش بوده یا توی خونه خودش سرگرم بوده. بعد از این که اسکات بر میگرد از پیش امبر، با لیسی مسافرت میرن دیدن خونه پدر و مادر اسکات، یه چند روزی اونجا میمونن، حتی دیزنی لند میرن. لیسی شاکی بوده به این دلیل که اسکات همش داشته تلفن صحبت میکرده، و خب لیسی از قضیه امبر خبر نداشته و ما میدونیم که اسکات داشته با امبر تلفنی صحبت میکرده. به هر جهت بعد از این که از این مسافرت میان، 2 دسامبر دومین قرارش رو با امبر اسکات میذاره. با میرن پیاده روی، بعدش میرن خونه امبر، شام درست میکنن، شب رو اونجا میمونن، به این دلیل که اسکات با دختر امبر
با هم آشنا بشن و همدیگه رو حالا ببینن یا چیزی. امبر فکر میکرده که چون دنبال یه رابطه پایدار بوده، فکر میکرده که این قرار مرد زندگیش باشه. آره چون گفته بوده که مجرده دیگه. گفته بوده مجرده به چی؟ اصلا حرفی نزده که من زن دارم، زنم بار داره. گفته من مجرده. 3 هفته قبل از کریسمس مادر بزرگ لیسی هم میمیره و یه چیزی حدود 2 میلیون دلار برای لیسی و خواهر برادرش به جا میذاره که قرار بوده زمانی که 30 ساله میشن این ارث هم به لیسی و خواهر برادرش برسه و خب پول زیادی بوده براشون. در 9 دسامبر اسکات زنگ میزنه به امبر با حالت خیلی بدی و بهش میگه که امبر من باهات صادق نبودم، باید بیام پیشت و یه سری چیزا رو بهت بگم. خب امبرم میگه بیا دیگه، بیا حرفاتو بزن. وقتی که میره اونجا اسکات شروع میکنه به گریه کردن و میگه که من زنم رو از دست دادم و این تا این اولین کریسمسیه که من بدون اونم. بچه ها نمیگه زنم مرده، نمیگه زنم مریض شده، هیچ، میگه از دست دادم. و خب امبر هم با خودش فکر میکنه که زنش فوت کرده و میگه که وقتی من دیدم که اسکات اینقدر ناراحته دیگه پاپیچش نشدم که چشه حالا برای زنش چه اتفاق افتاده. اسکات قرار بوده، یعنی به امبر اینجوری میگه که من برای بیزینس میخوام برم فرانسه و بعد از این که از فرانسه برگشتم همه چیز رو برات تعریف میکنم و همینطور به امبر میگه که من آماده اینم که عمل عقیم سازی انجام بدم، دختر تو برای هر دوتای ما کافیه. شب قبل کریسمس یعنی 24 دسامبر 2002 آخرین باری بود که لیسی زنده دیده شد. اون هم توسط خواهرش. خواهرش اومده بود که برای کریسمس موهای اسکات رو کوتاه کنه و خب کوتاه هم کرد. بعد لیسی از خواهرش پرسید که من چجوری میتونم موهام اونجوری سرشو بدم به بیرون و قشنگ بشم و اینا. بعد خواهرش بهش آموزش که داد که حالا موهاتو باید چیکار بکنی و اینا و خواهر میگفت که من هیچ چیز عجیب و غریبی ندیدم که اینها با هم مشکلی داشته باشن، حرفی زده باشن، بحثی بینشون پیش بیاد، هیچی نبوده. و خب دیگه بعد هم میرن. از اینجا به بعد داستان رو ما بر اساس گفته های اسکات داریم چون دقیق نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. های اسکات داره اینا راست میگه یا نه، قضاوتش دیگه با خودمون و خودتونه. اسکات میگه که من ساعت 8 صبح از خواب بیدار شدم، 8 صبح 25 دسامبر، و دیدم که لیسی زودتر از من از خواب بیدار شده و رفته پایین و داره صبحونه میخوره. چون که لیسی حامله بود و حالا مشکل قش هم داشت، بلا فاصله که بیدار شد باید غذا میخورد. میگه من رفتم پایین، نشستم کنارش و با هم صبحونه خوردیم. ازش پرسیدم که لیسی برنامه برای امروز چیه؟ لیسی گفت که من میخوام برم نون توست فرانسوی مایحتاجش رو بگیرم و بیام و درست کنم و همچنین هم میخوام شیرنی زنجفیلی درست کنم. خلاصه اسکات هم میگه باشه، منم میخوام برم گلف بازی کنم. میره توی حیاط، 3 تا چتر بزرگ داشته که توی حیاط میذارم برای اینکه آفتاب گیر باشه، اون زینا رو میذاره پشت کامیونش و با یکی دوتا از همسایه‌هاش هم صحبت میکنه. اون اسکات رو میبینن، براش دست تکون میدن و اسکات میره خونه، میبینه که لیسی توی دستشویی روی صندلی نشسته داره موهاشو شونه میکنه و آرایش میکنه و بعد هم براش سطل و پر آب میکنه که لیسی میخواسته کف آشپزخونه رو تمیز بکنه که سختش نباشه، باشه مثلا. آره آب میکنه و میزنه بیرون. به لیسی هم میگه من میرم انبار اینا رو میذارم، بعدم میرم گلف بازی میکنم. در حدود ساعت 9:30 از خونه میزنه بیرون، یه حدود 45 دقیقه راهه تا میرسه به انبارش. وقتی میگم انبار یه چیز بزرگی نیستش، صرفا یه محیط خیلی کوچیکه، وسایل اضافهش اونجا میذاشته. انباری بوده مثل انبار خودمون، به قدری که حتی کامیونش، کامیون کوچولوش جا نمیشده داخل اون انباری. میره اونجا، بلا فاصله که وارد میشه شروع میکنه با کامپیوترش به کار کردن. ظاهرا رئیسش چند تا ایمیل بهش زده بوده
میداده و اون باید جواب ایمیل ها رو میداده و این کارا رو راستریس میکرده. و خب بعدها در جریان دادگاه اینا همه گفته‌های اسکات ظاهرا اینا درست بوده که وقتی وارد انباری میشه بلافاصله میشینه با کامپیوترش. بعد هم میبینه که هوا سرده، خودش میگه تصمیم گرفتم به جای اینکه برم گلف بازی کنم برم ماهیگیری کنم. یه دونه قایق هم داشته که تقریبا 2 هفته پیش این قایق رو سفارش داده. تا جایی که ما میدونیم این یه قایق مخفیه، یعنی حتی نه به پدر و مادرش گفته نه به پدر و مادر لیسی گفته. در مورد لیسی مطمئن نیستیم که لیسی خبر داره یا نه، نبوده که بگه به کسی. آره نگفته به کسی، ولی پدر و مادرش میگن که لیسی اگر از داستان قایق خبر داشت به ما میگفت، چون معمولا همه چیز رو میاد به ما میگه. خلاصه جونم براتون بگه که اینو میبنده به پشت کامیونش و راه میفته میره خلیج که بره اونجا قایق سواری کنه و ماهیگیری کنه. میرسه دم در اونجا، بلیط تهیه میکنه، میره داخل. در حدود ساعت 12:45 بوده میره توی دریا، ولی یادش میفته که تومه نیاورده و تومه ها داخل ماشین جا مونده. برای همین چون هوا هم سرد بوده دیگه بر میگرده، از خیرش میگذره و دوباره برمیگرده به انبارش. اما چه این ماجرا عجیبه. همونطوری که بهتون گفتم اسکات این 2 هفته پیش این قایق رو خریده و به هیچ کس در مورد قایق چیزی نگفته. اما اون روز اسکات به همه گفت که من دارم میرم گلف بازی کنم، ولی به جاش رفت ماهیگیری کرد. از اون مهمتر اصلا باید بری برای ماهیگیری وقت بگیری، اینجوری نیست که تو سرتو بندازی پایین قایقتو ورداری و بری ماهیگیری کنی، باید بری توی سایت رزرو کنی و بعد بتونی بری ماهیگیری کنی، اصلا نوبت باشه افراد دیگه ای نباشن اونجا. این کارم به خاطر اینه که بی رویه ماهیگیری نکنن مردم. ولی اسکات از 2 هفته پیش این وقت رو رزرو کرده بوده، یعنی میدونسته که 25 میخواد بره و ماهیگیری کنه، یعنی قصدش داشته اصلا از قبل داشته. تا اینجای داستان به نظر عجیب نمیاد، چون که اگر اسکات به بقیه نگفته که قایق خریده خیلی عجیب هم نیست که بقیه گفته میرم گلف بازی میکنم، چون وقتی نگفته قایق داره نمیتونه بگه من دارم میرم ماهیگیری کنم. بنابراین اینجای ماجرا خیلی عجیب نیست. در حدود ساعت 3:45 به لیسی زنگ میزنه، لیسی جواب نمیده و اسکات براش پیام صوتی میذاره. Hey, beautiful. I just left a message at home. 2:15. I live in Berkeley. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. بین ساعت 4 تا 4:30 اسکات میرسه خونه و خب میبینه که لیسی خونه نیست، ولی سگشون توی حیات پشتی در حالی که قلاده به گردنشه و به نظر میاد که یکی میخواد ببرتش پیاده روی. سگ رو میره داخل خونه، قلاده رو باز میکنه، میبینه که ماشین لیسی بیرونه، کیف پولش، سویچاش توی خونه است و خب حدس میزده که مادر لیسی اومده دنبالش و دخترش رو زودتر برده. همونطوری که بهتون گفتم اینا شام قرار بود برن خونه پدر و مادر لیسی. اون سطل آبم که قرار بود لیسی تمیز کنه خونم، اونم هنوز وسط خونه است بدون اینکه استفاده بشه. میگه خب اوکی، رفته خونهشون، میره لباساشو میندازه توی ماشین که لباساشو ماشین کنه و خودش هم میره دوش میگیره. وقتی از همون میاد یه پیتزای مونده توی یخچال داشتن اونو میخوره با یه لیوان شیر و بعد میبینه که پیغامگیرشون داره چشمک میزنه. میبینه که پدر لیسی براش پیام گذاشته و گفته که شما که دارین میاین ما خامه کم داریم، خامه هم سراتون بخرین و بیاین. و خب اسکات میگه که چجوری لیسی اونجا نیست، این الان برای من پیام گذاشته، من همون بودم پیام گذاشته. لیسی پس نرفته اونجا، پس لیسی خونه خونه اونا نرفته. بلا فاصله بهشون زنگ میزنه میگه که لیسی اونجا نیست و اونا میگن که نه لیسی اینجاست. میگه شما نبردینش؟ میگن نه. میگه خب ماشینش اینجاست، سویچش، کیف پولش، همش اینجاست، پس لیسی کجاست؟ و خب دیگه نگران میشن و پدر لیسی زنگ میزنه به پلیس. Yes, my son-in-law called. He was saying golf this morning. My 30, my daughter's been missing since this morning. She's 8 months pregnant. She took her dog for a walk in the park. The dog came home with just a leash off.
خانواده لیسی بعد از اینکه با پلیس تماس گرفتن شروع کردن به بیمارستان‌ها زنگ زدن، چون فکر می‌کردن که دخترشون چون مشکل قش داره رفت قش کرده احتمالاً. قش رفته بیرون جای قش کرده. آره دیگه، چون اسکات هم میگفت که قرار بود صبح بره پیاده روی با سگ. در صورتی که دکتر گفته بود که لیسی نمیتونه پیاده آره روی کنه. نباید بره. به هر جهت اسکات هم سگشون رو میبره توی محله، در خونه همسایه‌ها در میزده که بپرسه آیا لیسی رو دیدن یا نه. یکی از همسایه‌ها میگه من حدود ساعت 10:30 صبح دیدم که سگتون توی محله داره ول میچرخه و من چون سگ شما رو میشناختم اومدم گرفتم شما هم در خونتون، در خونه رو در زدم و خب کسی جواب نمیداد، بنابراین بردمش تو حیاط پشتی گذاشتمش، در حیاط پشتی رو بستم که توی محله ول نچرخه اتفاقی براش بیفته. اینجا شستشون خبردار شد که لیسی الان از ساعت 10:30 صبح گمه و الان حدود ساعت 5 بعد از ظهر، پس کجاست لیسی؟ فرض همه بر این بود که لیسی قش کرده، برده سگ رو بچرخونه و یه جایی قش کرده و افتاده و سگ برگشته خونه. اون شب حدود 80 نفر بسیج شدن و شروع کردن پارک ها رو گشتن، اون منطقه رو گشتن، ولی هیچ نشونه ای از لیسی پیدا نمی کردن. و خب الان او عقل حکم می کرد که پلیس کارش رو شروع کنه به عنوان یک فردی که گم شده. اولین کاری که کردن، معمولا وقتی یه زوج گم میشه یا یه اتفاق براش میفته میرن خونه اون طرف، شروع کردن از همه جا به عکس گرفتن، همه نشونه ها رو چک کردن و دیدن که اسکات لباسای خودش رو شسته، در صورتی که یه عالم پارچه کثیف سفید روی ماشین لباس شویی هست، اونها رو نشسته. یه سبد لباس کثیف توی خونه است، اونها رو نشسته. فقط لباسای خودش رو شسته. اسکات در جواب تمام این حرفا گفتن که خب چرا این کارو کردی؟ گفت که این عادت منه، من ندارم توی یه کارخونه کار میکنم، با کود شیمیایی سر و کار دارم، زن من بارداره و من نباید با اون لباسای شیمیایی بیام توی خونه، لباسی که معلوم نیست چی بهشه. برای عقلانی میاد آره. کار کرده باشه. اینجاش عقلانی میاد و اونا هم قبول کردن. گفتم اوکی، پس تو داری میگی اینجوری؟ میگه آره، من هر وقت که میام خونه لباسامو بلافاصله ماشین میکنم. تخت خوابشون مرتب بود، فقط قسمت انتهایی تخت به نظر می اومد که دو نفر روی تخت نشستن، یه فرو رفتگی هایی داشت و اسکات می گفت که خودش ننشسته اونجا. یه چیز دیگه که توجه پلیس رو جلب کرد جواهرات لیسی بود. لیسی همیشه عادت داشت بلافاصله که از خواب بیدار میشد انگشتش و گردنبندش رو مینداخت، محال بود که اینها رو نندازه، یعنی همیشه اینا رو مینداخت و خانواده‌اش میگفتن این خیلی مشکوکه که اینا رو ننداخته، چطوری صبح بیدار شده؟ روتین بوده دیگه که همیشه انجام میداد. دقیقاً روتین بوده، چجوری از صبح از خواب بیدار شده این جواهرات رو ننداخته؟ به هر جهت خانوادش اومدن بیانیه دادن و التماس کردن، گفتن که خواهش میکنیم اگر کسی لیسی رو دزدیده، اگر به خاطر بچهش دزدیدینش، بیارینش، برش گردانین، اون 7.5 بارداره، بارداری خیلی سختی داره و دختر ما رو برگردونین. اما اسکات مثل یه تیک سنگ بود، اینجوری بهتون بگم، نه مثل کریس واتس بالا پایین میپرید میگفت زنم کجاست، بچم کجاست، یعنی بخشن ستی که سنگ بایستده بود، انگار که اتفاقی افتاده، حتی بعضی جاها دیده شده که خب لبخند هم میزنه. اگر یادتون باشه صبح اسکات گفت که من میخوام چتر رو ببرم بذارم انبار، ولی شب چتر رو هنوز توی ماشینش بود و پلیس ازش پرسید که تو مگه چتر رو نبردی بذاری؟ خب چرا نذاشتیشون؟ و اسکات جوابی نداشت بده، گفت یادم رفته که به نظر عجیب میاد و خب شاید بگی نگی پلیس شک کرده بود و به اسکات گفتن که بیا تست دروغ سنج بده و اسکات گفت اوکی من میام ولی این شب خستم فردا میام. فردا که شد اسکات نیومد، بهش زنگ زدن که آقای اسکات، آقای پیترسون، شما قرار بود بیاید تست بدی، چرا نیومدی؟
اسکات گفت میدونین با بابام صحبت کردم، گفته که بهتر تستو ندم. درسته که در دادگاه های آمریکا این تست ارزش قانونی نداره و خب نمیتونن به عنوان مدرک ازش استفاده کنن، ولی خب راست و دروغ رو خیلی خوب مشخص میکنه، هرچند پای علمی زیاد نداره. میشه مثلا بعضی ها تا انقدر کار میکنن روش که اون تست روشون تأثیری نداره. به هر حال بگذاریم از این، یه 12 نفر شهادت دادن، گفتن که ما اون روز صبح یعنی صبح 25 دسامبر چی رو دیدیم؟ لیسی رو دیدیم که با سگش داره پیاده روی میکنه. 12 نفر شهادت دادن، ولی این شهادت هیچ وقت مورد توجه پلیس نبود. حالا چرا؟ این عکس رو ببینید، خونه آبی که میبینید، دایره آبی که میبینید خونه اسکات و لیسیه و شماره های مختلف اون دایره های قرمز افراد مختلفیه که زنگ زدن و گفتن که ما لیسی رو در این منطقه دیدیم، ولی پلیس توجهی نمی کرد به این افراد. چون می گفت ممکن اینا دارن دروغ میگن، ممکنه زن باردار دیگه باشه با سگش و اصلا ممکن نیست که لیسی در 12 تا مکان همزمان حضور داشته باشه، پس یکی داره این وسط دروغ میگه. شاید این 12 نفر اشتباه دیدن و کسای دیگه رو دیدن، اما خب آدم های هم بودن که میگفتن که ما لیسی رو دیدیم، ما مطمئنیم که خودش بوده، ولی پلیس میگفت که نه، شاید زن باردار دیگه ای باشه. شاید براتون جالب باشه که وقتی رفتن چک کردن زن باردار دیگه ای در منطقه نبود و اگر هم بود یکی دو نفر در اون ساعت سگشون رو پیاده روی اصلا نبرده بودن که بگن لیسی بوده یا با کسی دیگه اشتباه گرفتن. برای همین بعضی از این آدم ها تاکید داشتن، میگفتن ما مطمئنیم لیسی رو دیدیم. یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد. در روز 25 دسامبر که لیسی گم شده بود، دقیقا رو خونه روبروی لیسی دزد اومده بود و خب چند نفر دیده بودن که دوتا مرد یه گاوصندوق آوردن بیرون، یه ونم هست اونجا و خب اول که شک نکرده بودن، گفته بودن یه هیچ وقت یه نفر بگیم واضحی نمیاد دوزی کنه. آره گاوصندوق بیاره، دقیقا مثلا توی فیلم ها که از بانک میخوان گاوصندوق بیاره. آره آوردن گاوصندوق روزشون رو چمن ها، برای همین شک نکرده بودن. ولی خوشا وقتی پیش خودتون فکر کنید که دوتا اتفاق همزمان بیفته و پلیس آدم ها رو دستگیر کرد. به محض اینکه این دزدها رو دستگیر کردن، دزدها گفتن ما دزدی کردیم، آره ما برداشتیم گاوصندوق آوردیم وسط اونجا، ولی ما 25م دزدی نکردیم، ما 26م دزدی کردیم، ما هیچ ربطی به اون زن باردار گم شده نداریم. اینجوری بهتون بگم که این اتفاق وقتی افتاد خیلی رسانه و ماشینای ون و خبرنگار و اینا توی دم در خونه اسکات بودن که میخواستن با اسکات مصاحبه کنن و خب اسکات هیچ وقت با هیچ کدومشون مصاحبه نمی کرد. این خبرنگارهایی که اونجا بودن میگفتن بابا ما روبروی خونه اسکات بودیم، یعنی دقیقا کنار همون خونهی که دزدی شده، چجوری میشه که اون دو نفر گاوصندوق آوردن بیرون و ما نبینیم؟ ما که خبرنگاریم، ما که کارمون اینه. ولی پلیس سر حرف خودش وایساد، گفت الا بلا اینا 26م دزدی کردن نه 25م. و در همین موقع بود که پلیس گفت که اگر کسی اسکات رو در اون خلیج دیده موقع ماهیگیری یا عکسی فیلمی چیزی ازش داره بیاره، و خب به نظر میومد اسکات مظنون شده. الان هم غیر مستقیم داشتن میگفتن که بیاد ثابت کنی که اونجا بودی یا نه. آره ببین اسکات اونجا بوده چون بلیت داشته، ولی اینا میخواستن بدونن که توی ماشینش چی بوده. بدونی چی دارم بهت میگم؟ میخواستم بدونن که اسکات داشته چی کار میکرده، چرا به همه گفته گلف، بعد رفته ماهیگیری کرده. و خانواده لیسی بلا فاصله بیانیه دادن و گفتن که ما به هیچ عنوان به دامادمون شک نداریم، داماد ما دختر ما رو خیلی دوست داشته، بهترین داماد دنیا بوده، اینا با هم رابطهشون فوق‌العاده بوده و داماد ما رو نندازین سر زبونا و بعد جلوش بدیم. در 29 دسامبر بود، یه چند روزی از گم شدن لیسی میگذشت که امبر فری به رفتارای اسکات شک کرده بود،
به تلفن های اسکات، نوع حرف زدنش، حس بدی داشت چون قبلا هم با یه مرد متأهل در رابطه داشت بود، حدس میزد که اسکات هم احتمالاً متأهل باشه و داره بهش دروغ میگه. یه دوست پلیسی داشت اسم و فامیل اسکات پیترسون رو بهش داد و گفت که ببین این داستانش چجوریه، چجور آدمیه. این دوستش هم رفت سرچ کرد و فهمید که خب اسکات خیلی مشکل داره. یه شمار تلفن اومد بهش داد به امبر و گفت که ببین زنگ بزن به این شمار تلفن، اونجا همه چیزو در مورد اسکات بهت میگن. امبر فکر کرد که الان دوستش بیاد میگه متأهله، ولی نمیدونست که با چی طرفه. خلاصه زنگ میزنه به شمار تلفن و میگه که میفهمه که دارن لیسی گم شده و اسکات زن داشته و زنش الان 4-5 روز گم شده. میگه که من معشوقه اسکاتم، من نمیدونستم زن داره. و همون موقع کاراگاه پرونده که حرفاش رو میشنوه میگه سب و سب کن، ما الان میایم خونت حضوری با هم حرف میزنیم. میرن اونجا و امبرم میشینه از اول تا آخر رابطه یه ماهشون رو تعریف میکنه. میرسه به 9 دسامبر، جایی که اسکات گفته که من زنم رو از دست دادم. این جمله رو که امبر گفت کاراگاه گفتن خودش زنشو کشته. چجوری میشه که تو زنت 25 دسامبر گم شده، تو 9 دسامبر به امبر گفتی زنم از دست دادم؟ دیگه به اسکات شک کردن، اسکات مزنونشونه و به از امبر میخوان که صدا رو ضبط کنن، شنود کنن تا ببینن که آیا اسکات لو میده چیزی رو یا نه. ساعت‌های زیادی از این مکالمه‌های اینا رو ضبط کردن، مکالمه‌های طولانی، ولی اسکات یک کلمه، تو بگو یک کلمه حرف نمیزنه. در 3 دسامبر اومدن یه مراسمی گرفتن برای لیسی، مراسم دعا، شمع روشن کردن و از تمام عکسایی که از اون شب در اومده اسکات در حال لبخند زدنه، یعنی اصلا لبخند لبش نمیفته. و باز زن برادرش ازش دفاع کرده بود، میگفت که اسکات داشته با بچه من حرف میزده، نمیتونسته که تو صورت بچه من گریه کنه، باید لبخند میزده. ولی خب رسانه ها هم واقعا اینا رو کش و قوس میکنن، واقعا بزرگش میکردن. و شاید براتون جالب باشه که اسکات در اون مراسم فاصله گرفت از جمع و رفت به امبر زنگ زد و به امبر گفت که سلام، من فرانسم، الان زیر برج ایفل هم دارم از نور پردازی برج ایفل درش صحبت میکرد. تصویرسازی خیلی خوبی داشت، اصلا یعنی عجیب غریب براش میگفت آره الان اینجا این رنگیه. و خب امبر میدونست داره دروغ میگه، امبر الان میدونست چه خبره، ولی خب اسکات خبر نداشت. چون آخرین بار اسکات گفته که من با قایق 4 متریم رفتم توی خلیج و ماهیگیری کردم، پلیس ها و کاراگاه ها شروع کردن غواص فرستادن که دریا و اون خلیج رو چک کنن، اون دقیقا اون منطقه که اسکات آدرس داده بود که آخرین بار رفته. از اول تا آخرش چیزی حدود 15 دفعه آدم های مختلف رفتن و اونجا رو شروع کردن به چک کردن و هیچی پیدا نکردن. و اسکات از این مسئله عصبی بود، به خواهرش گفته بود چرا دارن میرن اونجا رو میگردن، اونجا هیچی پیدا نمی کنن، دارن جای اشتباهی رو میگردن، لیسی اونجا نیست، لیسی توی دریا نیست. و خب این عصبانیت اسکات از این که اونها دارن اون منطقه رو میگردن حتی برای خانوادش هم عجیب بود. یه کاری که پلیس انجام داده بود این که رفت آمدهای اسکات رو چک میکردن، بعضی ها گفتن کسی دنبالش میکرده و یه دفعه گفتن که جی پی اس گذاشته بودن روی ماشینش. و اسکات 5 دفعه رفته بوده به خلیج، اون منطقه رو چک میکرده، در حدود 5 دقیقه اونجا بوده و برمیگشته. یه عده میگفتن که اسکات خودش زنشو کشته، انداخته توی دریا و الان میره ببینه که جسدش اومده لب آب یا نه. یه عده میگفتن نه، میره به افق خیره میشه، انقدر غم داره که میره به افق خیره میشه و برمیگرده. جای دیگه چیز دیگه نمیتونه خیره بشه، طرف به افق، فقط به افق. اسکات در 8 ژانویه با امبر تماس گرفت. امبر هنوز بهش نگفته بود که خبر داره از داستان و اصلا تلفناش تحت شنوده که نباید میگفت.
ولی خب 8 ژانویه اسکات باش تماس گرفت و گفت که امبر من بهت دروغ گفتم، من بازم بهت دروغ گفتم، زن من گم شده، من ازدواج کرده بودم. و امبر هم تحت فشار قرار داد اسکات رو، مرتب بهش میگفت تو به من گفتی زن تو از دست دادی، تو 9 دسامبر به من گفتی، تو 2 ماه پیش به من گفتی، چجوری الان داری میگی زنت 25 گم شده؟ اسکات میگفت نه، این که من از دست دادمش به این معنی که من از لحاظ احساسی از دست دادمش، حسی بهش ندارم، حسی ازش ندارم، مثلا منظور بدی نداشتم. و بهتون بگم که توی این مکالمه ها اسکات هیچی نمیگفت، با اینکه امبر اونو تحت فشار قرار میداد هیچی نمیگفت، ولی اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. ظاهرا در یک مهمونی اینا رفته بودن برای مهمونی کریسمس، اسکات و امبر. در این مهمونی اینا چند تا عکس میگیرن مثل یک زوج کاملا پرفکت، و امبر چون فکر میکرده که خب اسکات دیگه مال خودشه، داره وارد رابطه میشه، این عکس ها رو برای دوستان خانوادش میفرسته. و وقتی که این ماجرا لو میره و میفهمن اسکات این کارو کرده، یکی دو تا از این افراد خانوادهش این عکس ها رو به پول خوبی به روزنامه ها میفروشن و تیتر همه روزنامه ها شده بود که اسکات به زنش خیانت کرده، اسکات زنش رو کشته، اسکات معشوقه داشته. و خب همه جا دیگه داشتن در موردش صحبت میکردن، یعنی اگه تا الان هیچ کس شک نداشت، الان دیگه همه مشکوک شده بودن، اصلا دیگه 100% شده بودن. در 24 ژانویه پلیس به امبر گفت که بیا و بیانیه بده، بیا و بگو که تو مقصر نیستی، چون رسانه ها خیلی دیگه امبر رو هم تحت فشار قرار داده بودن، گفته بودن که حتما همدستی کردن، همدستی کرده معشوقش، پس اصلا اینو کرده بودن یه رابطه خیلی عاشقانه، در صورتی که نمیدونست اصلا رابطه شون پایه و اساسش یه چیز دیگه بوده. خلاصه بهتون بگم که امبر اومد بیانیه داد و گفت که من هیچ نقشی ندارم، من اصلا نمیدونستم اسکات زن داره، من 3 دسامبر که فهمیدم به پلیس زنگ زدم، من با اونا همکاری داشتم، من کاملا ناراحتم از گم شدن لیسی و آرزو میکنم که سالم برگرده. و خب خانواده لیسی هم خیلی خوشحال شدن، حتی با امبر حرف زدن، بهش گفتن خیلی شجاعی، اسکات هم بهش گفت که من به امبر خیلی افتخار میکنم، امبر خیلی شجاعه، در صورتی که کاری که امبر انجام داد علنا از چهره اسکات، یه آدم دروغگو، یه آدم خیانتکار، یه آدم که هر کاری از دستش میتونه بر بیاد رو یعنی معرفی کرد. خلاصه اینا رو بگذاریم، خانواده لیسی اومدن گفتن که ما دیگه به اسکات اعتماد نداریم، اسکات دختر ما رو کشته، ما هیچ حمایتی ازش نمی کنیم و ما بهش مظنونیم. و علنا دیگه یعنی اسکات یه چهره خیلی 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 منفور شده بود. با این همه شک و شبهه که نسبت به اسکات به وجود اومده بود و اسکات هم با هیچ کدوم از رسانه ها صحبت نمی کرد، اومد توی یک برنامه تلویزیونی خیلی معروف با بیننده های خیلی زیادی شرکت کرد. در اون مصاحبه شروع کرد به اعتراف کردن، آره من به زنم خیانت کردم، ولی من زنم رو خیلی دوست داشتم، ما عاشق هم دیگه بودیم، و اجازه میداد که اشکاش بریزن، ولی به هیچ عنوان دست میکشید اشکا رو پاک کنه، میذاشت که اونا روی صورتش باشن. و اون خانم که ازش مصاحبه کرد ازش پرسید که تو امبر رو دوست داری؟ اسکات گفت من اصلا امبر رو دوست ندارم، من فقط بهش احترام میذارم، من اصلا دوستش دارم، من عاشق زنم بودم. و فکر میکرد که وقتی بره اینجا مصاحبه کنه چهره خودش رو بهتر میکنه و مردم درکش میکنن، ولی خب علنا اسکات داشت منفور و منفورتر میشد. در 10 فوریه وقتی بود که بچه لیسی باید به دنیا میومد، کانر باید به دنیا میومد و خانوادش خیلی ناراحت بودن، چون الان وقتی بود که احتمالا لیسی اگر زنده بود داشت بچه رو به دنیا میآورد، نوه‌دار میشدن، همین که دخترشون داشت الان درد میکشید اگه زنده. آره و خیلی ناراحت بودن و خیلی عذاب آور بود. دوباره براش مراسم گرفتن و اونجا اسکات رفت صحبت کرد و گفت باید بریم بیمارستانا رو بگردیم، شاید پسر من به دنیا اومده باشه، شاید الان لیسی توی بیمارستان باشه.
ولی در پشت صحنه تمام روزش رو، تمام دهم فوریه رو وقت گذاشته بود، رفته بود گشته بود تا برای امبر کادو بخره، چون دهم فوریه تولد امبر هم بود. برایش یه گردن برخرید، یه دسته گل سرخ خرید، برد که به امبر بده و امبر بهش گفت که ببین زنت براش این اتفاق افتاده، امروز روزیه که بچت باید به دنیا میومده، تو رفتی برای من کادو خریدی. دقیقا چه فازی داشته اصلا، اصلا خیلی آدم عجیبیه. تو رفتی برای من کادو خریدی، بهتر ما رابطمون رو فعلا قطع کنیم. و اسکات رفتارش خیلی عجیب میشد. اون حتی اومد ماشین لیسی رو فروخت، ماشین لیسی رو فروخت و به جاش برای خودش یه کامیون خرید. خونه لیسی، خونه‌ای که با خود با لیسی و خودش هم خونه، یعنی خود زندگی می‌کردن، اونم فروخت. یعنی حتی اگه لیسی گم شده بود برمیگشت به خونش دیگه، اگه واقعا کسی دزدیده بودش. مثلا اگه مثلا براسم مثلا برام نمیگشت، خب اون یادگاری بود ازش. اگه تو انقدر دوستش داشتی چرا باید خونه رو بفروشی؟ و علنا اسکات با این کارا داشت خودش رو منفور می‌کرد. در 13 آوریل یه زن و شوهری همراه سگشون داشتن پیاده روی میکردن که سگشون در نزدیکی ساحل توی منطقه باتلاقی شروع کرد به سر و صدا کردن. وقتی که نزدیک شدن دیدن که جسد یه نوزاده و خب مسلما به پلیس تماس گرفتن و خب پلیس اومد جسد رو برد. فرداش یعنی 14 آوریل یه خانم دیگه ای داشت پیاده روی میکرد که روی سنگای ساحل به نظر میمد جسد یه زن افتاده که یه شلوار بارداری نخودی پاشه و یه سوتین بارداری راحتی. به پلیس زنگ زد و پلیس اومدن این جسد رو هم بردن. در درجه اول همه مطمئن بودن که این لیسی و فرزندشه، چون در چند ماه پیش فقط همین گم شده بود. ولی پلیس گفت که ما باید تحقیقاتمون رو انجام بدیم. تحقیقات رو که شروع کردن و تست دی ان ای گرفتن و پلیس گفت که بله، این جسد لیسی و پسر اونا کانره. شرط جسد اصلا خوب نبود، اصلا خوب نبود. لیسی سرش پیدا نشد هیچ وقت، سر نداشت، دو تا دستاش نبودن، یه دونه پاش نبود، هیچ اندام داخلی توی بدنش نبود، فقط رحمش بود و دو تا دنده هاش شکسته بود. به نظر می اومد مدت زمان خیلی زیادی توی دریا بوده. می گفتم به احتمال از همون روزای اول به قدر توی دریا بوده که موجود دریایی توی بدنش زندگی می کردن. ولی جسد کانر سالم تر بود. پلیس می گفت که جسد کانر تو همین نزدیکی ها توی بدن مادرش بوده، به خاطر همین تجزیه کامل نشده. خیلی ها می گفتن که احتمالاً اول به دنیا آورده انداختشون تو دریا، ولی پلیس گفت جسد کامل نیست، همون هفت ماه و نیم است و پسرشون کامل نشده که بگی مثلا کامل شده بعد زایمان کرده. اینکه چرا از همدیگه جدا شدن و از توی شکمش در اومده به خاطر این بوده که وقتی که آدم میمیره و شروع میکنه به تجزیه کردن، ظاهرا اون گازهایی که داخل بدنه جنین رو مجبور میکنه که زایمانش کنه. یه جورایی کانر و لیسی در حدود 1 کیلومتر و نیم از همدیگه فاصله داشتن. و شاید براتون جالب باشه که بگم جایی که جسد این مادر و بچه پیدا شد دقیقاً 3.5 کیلومتر تقریباً فاصله داشت از محلی که اسکات ادعا کرده بود رفته بوده ماهیگیری. و پلیس الان میگفت که اسکات زنش رو کشته و اون روزی که اومده ماهیگیری کرده جسدش توی دریا و الان که جسد تجزیه شده اومده بالا روی آب وایساده. و همینم باعث شد که بلافاصله دستور بازداشتش رو صادر کنن و بگن که اسکات زنش و پسرش رو کشته و الان متهم به قتل درجه اول. مدت ها بود که هیچکس از اسکات خبری نداشت، همسایه‌هاش اصلا خبر نداشتن ازش چون خونه‌اش رو فروخته بود و مدت ها بود که داشت با پدر و مادرش زندگی میکرد، خونه خواهر و برادرش بود، اصلا از اون شهر مودستو رفته بود. و خب شما فکر کنید که الان توی اخبار پیچیده که ما یه دو تا جنازه یه مادر یه جنین رو پیدا کردیم و صد درصد الان اسکات باید دمه در اون اداره پلیس باشه ببینه اون زن و بچه‌ش هم یا نه. چه اتفاقی افتاده؟ اگه تو واقعا نگرانی، 18 آوریل که دستور بازداشتش رو صادر کردن از روی تلفن همراهش فهمیدن که اسکات توی خیابونه
و خب رفتن دنبالش. اسکات شروع کرد به لایک کشیدن از وسط اتومبیل، خودش ادعا میکنه فکر میکنم رسانه ها دنبالم بودن، میخواستن با هم مصاحبه کنن، من نمیدونستم پلیسه و خلاص از این دریوری ها. دستگیرش میکنن، ولی وقتی دستگیرش میکنن چیزای عجیب و غریبی پیدا میکنه. اول که ادعا میکرده که من رفتم گلف بازی کنم، بعدم میگه 15,000 دلار پول نقد توی ماشینش بوده. هیچ آدم عاقلی اینقدر پول توی ماشینش نگه نمیداره. و بعد چیزای عجیبتر دیگه هم بوده که براتون میخونم. 4 تا تلفن همراهش بوده، چندین تا کارت اعتباری متعلق به اعضای مختلف خانوادش، مجموعی از تجهیزات کم شامل چاقو، وسایلی برای گرم کردن غذا، چادر، همین چادرای مسافرتی، دستگاه تصفیه آب، 2 جین کفش، چندین تا لباس تغییر لباس، 1 خنجر 2 لبه و همچنین یه نقشه هم داشته که چاپ کرده بوده و نقشه آدرس خونه امبرفری بوده. واقعا آدم عجیبیه. از روی علاقه بوده. بیل تناب 24 تا بسته قرص خواب‌آور و همچنین گواهینامه رانندگی برادرش. و چیزی که این مسئله رو عجیب تر کرد این بود که اسکات کاملا قیافش رو عوض کرده بود. یعنی الان این عکسی که شما میبینین اسکات قبلی نیستش، موهاش عوض شده، ریشش عوض شده. و اسکات میگفت که میدونین چیه، من رفتم توی استخر دوستم شنا کردم، اونجا چیز زیاد بوده، کلورش زیاد بوده، من موهامی رنگی شده. زمانی که میخواستن اسکات رو حالا محاکمه کنن بردنش به یه شهر دیگه. چرا؟ چون توی شهر مودستو همه در موردش حرف میزدن، مردم خیلی دیده بدی نسبت به اسکات داشتن. اصلا نفرت داشتن و میگفتن که ما باید اعضای هیئت منصفه رو از بین مردم انتخاب کنیم، اینا همین الان جهتگیریشون رو دارن. یعنی همین الان از هر کی توی خیابون برسیم یه اسکات مقصره. آره دیگه، یعنی الان وقتی به کارش دادگاه میکشید تو همون شهر خودش، اونجا دیگه کلا تموم بود. اصلا کلا تموم بود. برای همین میگفتن ما باید دادگاه اسکات رو ببریم توی شهر دیگه‌ای که این جو یکم پایین‌تر باشه، مردم انقدر در موردش حرف نزنن. و خب بردنش توی شهر دیگه‌ای و دادگاه شروع شد. توی دادگاه همونجور که اول ویدیو بهتون گفتم ما هیچ شواهد عینی نداریم، همه شواهد ما غیر عینیه. یعنی ما میدونیم که اسکات 2 هفته قبل از گم شدن زنش قایق خریده، ما میدونیم بلوم 25 وقت رزرو کرده، ما میدونیم با امبرفری وارد رابطه شده، ما میدونیم با زنای دیگه رابطه داشته. به امبر گفته بوده که زنمو از دست دادم. دقیقاً 9 دسامبر به امبر گفته من زنمو از دست دادم. چرا گفته؟ و اینکه دادستان میگفت که لیسی 25 دسامبر فوت نکرد، کشته نشده. لیسی 24 دسامبر شب کشته شده. چرا؟ چون جواهراتش رو نپوشیده بوده و احتمالاً اسکات شب اونو خفه کرده و بعد جسد رو انداخته پشت کامیون و آورده اونجا غرقش کرده. و اصلا وقتی از اسکات میپرسیدن خب اون روز چی شکار کردی، تومت چی بود توی دریا، برای مایگس هیچ اطلاعی نداشت و به نظر میمد صرفا فقط رفته جسد رو سر به نیز کنه. پلیس همچنین تونسته بود چند تا تار مو از توی قایقش برداره و خب اینا ریشه نداشت، این تار مو اگر ریشه نداشته باشه نمیتونه دی ان ای ازش بگیری. دی ان ای همون تار ریشه فقط. آره. دی ان ای نداره. ولی میتونن چک کنن که بگن بافت شکلش، رنگش شبیه هم یا نه. و پلیس وقتی که این موها رو با هم تشابه داد میگفت که 99% موهای لیسیه، لیسی اون قایق رو ندیده، پس چجوری موهاش توی اون قایق توی اون انباره بوده. و پلیس میگفت این مشخصه که تو جسد لیسی رو انداختی اونجا. و اما چرا جسد لیسی چند ماه بعد اومد کنار آب؟ چرا سر نداشت؟ چرا پا نداشت؟ چرا دست نداشت؟ پلیس متوجه شد که اسکات در همون دوران اومده 40 کیلو سیمان خریده تا برای خودش لنگر درست کنه. ظاهرا قیمت لنگر بالای خیلی عادیه که تو لنگر درست کنی. و اسکات گفته که من اومدم و لنگر درست کردم. با اون 40 کیلو میشه حدوداً 5 تا لنگر درست کرد. ولی توی قایق اسکات
اسکات فقط یه لنگر بوده، اون چهار تا لنگر دیگه کجا بود؟ اسکات گفته نه من لنگر درست نکردم، من ترکای روی زمین رو با اون سیمان ها پر کردم. چرا ترک داره زمین؟ بعد خب اومدن پلیس هم اومد چه کرد؟ اومد ترک ها رو تست کردن، یعنی بردن آزمایش کردن و گفتن این سیمان اون سیمان نیست و دادستان میگفت که تو لنگر ها رو درست کردی، بستی به سر لیسی، بستی به دستای لیسی، یه دونه هم بستی به پاش و انداختیش توی دریا. برای همین بود که جسدش پیدا نمیشد، برای همینه که بعد از اینکه تجزیه شد اومد روی آب، برای همینه که وقتی سرش باهاش تو آب مونده برقش آره دیگه باده. برای همینه که میگه ما سرش رو نتونستیم پیدا کنیم، تو این کار کردی. ولی خب اسکات میگفت که من نکردم، شما شاهد دارین، شاهدایی وجود داره که میگن که دیدست اون روز صبح لیسی رو که اومده بیرون و سگ رو بگردونه. از اون مهمتر اون روز صبح دزدی شده روبروی خونه ما و پلیس میگفت نه دزدی 26 شده، لیسی 25 گم شده. میگفت بابا همون روز دزدیدن، چجوری خبرنگارا ندیدن؟ اصلا شاید کار کسایی باشه که کار شیطان پرستاس، لیسی رو بردن قربانی کنن، کار من نیست، شواهدی وجود نداره. ولی خب دادگاه نمیتونست ازش قبول کنه. در دادگاه اومدن عکس های جسد کانر و لیسی رو هم نشون دادن و گفتن که اسکات از قاضی خواست که اجازه بده بره بیرون وقتی دارن این عکس ها رو نشون میدن، ولی قاضی قبول نکرد و گفت باید باشی. گفته شده اسکات موقعی که عکس های کانر رو نشون دادن به هیچ عنوان نگاه نمی کرده، ولی وقتایی که عکس های همسرش لیسی رو نشون میدادن نگاه میکرده با این تصویر، ولی حرفاشو قبول نکردن. یه شاهدی هم بود که اصلا هیچ وقت به دادگاه احضار نشد، نه این شاهد نه کسایی که شهادت داده بودن اون روز صبح لیسی رو دیده بودن و هیچ کس نمیدونه دلیلش چیه. ظاهرا گفته بوده که در یک هفته قبل از اینکه لیسی گم بشه لیسی رو توی انبار دیده بوده و این میگن که اگر اون لیسی اون روز توی انبار بوده پس از قایق خبر داشته. اسکات هم میگه که لیسی خبر داشته، ما قایق رو برای پدر لیسی خریده بودیم، میخواستیم به عنوان کریسمس بهش هدیه بدیم. به نظر عقلانی میاد که نگفته باشه به خانواده، به نظر عقلانی میاد، ولی دادگاه اینو ازش قبول نمیکنه. حالا بهتون میگم چرا اینا رو گفتم. اون سال، همون سال 2005، هیئت منصفه 12 نفره و قاضی رأی به گناهکار بودن اسکات دادن و همچنین حکم اعدام هم براش دادن. گفتن باید با تزریق سم کشته بشه و اعدام بشه، در صورتی که شواهد عینی ندارن، نباید همچین کاری بکنن. گذشت و اسکات رفت زندان. زندانش هم دقیقا جایی بود که روبروی اون مکانی بود که زنش و بچهش پیدا شده بودن و خب این به نظر من حالا چه خودش کرده باشه این کارو چه نکرده باشه درد بزرگه، عذاب بزرگیه. و امبر فری اومد از این فرصت سوء استفاده کرد، کتابش رو هم نوشت. اگه یادتون باشه تو اپیزود کریس واتس هم من بهتون گفتم دوست دختر کریس واتس رفته بود سرچ کرده بود که آیا مردم از امبر فری متنفرن یا نه. اومد این کتاب رو نوشت، منتشر کرد و عکس خودش رو گذاشته بود وسط لیسی و اسکات که خانواده لیسی خیلی شاکی شده بودن و دادستان ها می گفتن که ما فکر نمی کنیم که اسکات به خاطر امبر لیسی رو کشته باشه، چون قبلا اسکات از این کارا کرده بوده و هنوز نفهمیدن که اگر اسکات قاتله چرا لیسی رو کشته. ولی خب امبر ظاهرا به خودش گرفته و خب پول خوبی هم به جیب زده بود از این مسئله. اسکات رفت زندان، چند سال بعدش حکم اعدامش رو لغو کردن و گفتن که اسکات نباید اعدام بشه. اما چرا من این اپیزود رو الان ضبطش کردم؟ به خاطر اینکه الان چند وقته که صحبت میشه از اینکه قرار محاکمه دیگه برای اسکات اتفاق بیفته. اسکات همچنان معتقده که بیگناهه، میگه که شواهد وجود داره که اون سال چون مردم خیلی زوم داشتن روی این مسئله، چون همه چیز خیلی رسانه‌ای شده بود، الان که آتیشش کمتر شده آره، میگه من محاکمه عادلانه ای نداشتم. مثلا یه چیزی، پلیس رفته بود خونه اسکات، دیده بود اسکات فیلمای پورنو رو مثلا فالو کرده توی تلویزیون، سابسکرایب کرده، اینو رسانه‌ها بولش کرده بودن، خیلی بزرگش کردن. دست اون مثلا شخص خودشه، به کسی چه ربطی داره؟ ولی با این حال میگه که اسکات و وکلاش
دنبال اینن که یه محاکمه دیگه اتفاق بیفته، چون معتقدن اسکات بیگناهه و خب خانواده‌اش میگن اون کسی که لیسی رو دیدن ساعت 9 و نیم و معتقدن کسی که لیسی رو کشته همون دوتا دزدی بودن که اومدن خونه، چون ون داشتن، احتمالا لیسی از خونه اومده بیرون، آره اومده از خونه بیرون و سوار ماشینش کردن و بردنش. یه دلیل دیگه هم که برای این مسئله دارن، برای این که سگ‌های پلیس رو که بردن هم روزای اولی که لیسی گم شده بود برده بودن، سگ‌ها مسیر لیسی رو بو کشیده بودن تا روبروی اون خونه وسط اون جاده که حالا بین این دوتا خونه هست و بو کشیده بودن، ولی یک کم که جلوتر رفته بودن خوابیده بودن روی زمین. برای همین اون تربیت کننده های سگ میگفتن که لیسی با ماشین جابجا شده. بعدش هم اگه که میخواست شوهرش ببره، به نظر من دیگه توسط خیابون نبود ادامه پیدا میکرد، تو خونه کشتتش دیگه، در خونه بود مثلا، ماشین همونجا بود دیگه، از همونجا سوار میکرد. اصلا میگن یه سری شواهد اینجوری هم وجود داره و خب خوبه که اعدام واقعا نمیکنن، که مثلا حالا اگر حقش هست از زندان بیاد بیرون، اگه نیاد. البته ما توی آمریکا هم داریم واقعا کسایی وجود دارن که همینجوری محاکمه میشن بر اساس شواهد غیر عینی و سالهای سال هم توی زندان میافتن و بعد مشخص میشه که بیگناهن. حالا باید ببینیم چی میشه، آیا واقعا اسکات پیترسون مجرم زنش رو کشته یا نکشته. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارید کار ما ادامه پیدا کنه، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظراتتون رو در مورد پرونده و کیس ها برای من بنویسین. چون اصلا هدف اصلی من که این کانال رو درست کردم به خاطر اینه که میخوام نظرات شما رو هم راجع به پرونده ها بدونم، باهاتون سر این پرونده ها بحث کنم و نظرات شما رو هم بشنوم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.